دو گروه از بزرگترین ائتلاف‌های مردمی که تظاهرات را در سوریه سازماندهی می‌کنند توسط زنان رهبری می‌شوند. یکی از این دو ائتلاف کمیسیون عمومی انقلاب سوریه است که توسط یک مادر سرپرست خانواده و فعال حقوق بشر به نام سهیر عطاسی رهبری می‌شود. ائتلاف دیگر کمیته هماهنگی محلی است که شامل گروه‌هایی از 14 شهر می‌باشد. این کمیته توسط وکیل و فعال حقوق بشر رازان زیتون رهبری می‌شود. زنان در کلیه کمیته های محلی شرکت دارند. شهر دوما کمیته هماهنگی زنان را نیز دارا می باشد. گفته می شود یکی از کمیته های هماهنگ کننده در شهر بزرگ همس توسط یک زن جوان رهبری می شود. زنان تجمعات اعتراضی را رهبری کردند. از ابتدای انقلاب زنان سوری تقریبا هر روز در اعتراضات خیابانی شرکت کردند. راهپیمایی زنان بیضا در 13 آوریل که خواستشان آزادی زندانیانی بود که به اشتباه دستگیر شده بودند، به یک نقطه چرخش برای شناختن نقش زنان در انقلاب تبدیل شد. یک زن از بیضا طوری که همه بشنوند فریاد می‌زند: من یک زن آزادم، دختر یک زن آزاد. این ویدیو ویروسوار پخش شد. This video went viral. Protesting Syrian women want the same. زنان معترض سوریه همان چیزی را می‌خواهند که مردان معترض سوری می‌خواهند. این زنان آزادی زندانی عقیدتی 19 ساله تال الملوحی را خواهان هستند. آنها همچنین خواهان آزادی 10,000 سوری هستند که تنها دلیل اتهامشان استفاده از حق آزادی بیان بوده. تال الملوحی جوان از زمانی که 17 ساله بود به خاطر گذاشتن شعرهایش در رابطه با گاندی و غزه روی وبلاگ به زندان افتاد. او سمبولی از جنبش آزادی سوریه است. همینطور بسیاری از زنان دیگر سوری که از زمانهای مختلف چه قبل و چه در حین این انقلاب به زندان افتادند، آن هم تنها به جرم آزادی بیان. این زنان شامل زنان مسیحی، علاویتی، کرد، سنی، دروز، اسماعیلیه، سکولار و خلاصه از تمامی قوم‌ها، مذاهب و ایدئولوژی‌هایی می‌شوند که خواهان آزادی، دموکراسی، کثرت‌گرایی و حقوق بشر در سوریه هستند. Ethnic and religious and ideological backgrounds who want freedom, democracy, pluralism and human rights in Syria. In early rallies, most women marched with. در تجمعات اولیه زنان با صورت باز راهپیمایی می‌کردند. پلیس سوریه با استفاده از فایل‌های یوتیوب معترضین را شناسایی و زندانی کرد. زنان و مردان صورت‌هایشان را پوشاندند تا از هویت خود حفاظت کنند. این ماسک‌ها با خلاقیت متنوعی ساخته شدند. دختران مدرسه در این راهپیمایی از پرچم‌های کوچک سوریه به عنوان پوشش صورتشان استفاده کردند. آنها همچنین یک پرچم زنده سوریه را تشکیل دادند. هدف ما یک جامعه مدنی است، جدایی از هر مذهب و قومی در سوریه. ما به انقلاب ادامه می دهیم تا یک سوریه آزاد و متمدن را بنا کنیم. این زنان می خوانند سوریه آزادی می خواهد از طریق کثرت‌گرایی، برقراری حقوق بشر و برابری. با شجاعت و مصمم بودن ما به یک سوریه آزاد و دموکراتیک خواهیم رسید و زنان رهبری این مسیر را به دست دارند.